عزیزانم تلاش کنین ای مخاطبان، شما درس عبرت به دیگران نشوید، بلکه از دیگران عبرت بگیرید. آنانی که غصب کردن، زور گفتن، اختطاف کردن، چور زدن، از ایشان که در قید نظام آمدن، کشته شدن، حبس شدن، بی دست و بی پا شدن، از ایشان درس عبرت بگیر. نه این که تو هم زورگیر شوی و تو به دیگران درس عبرت شوی، این کمال نیست. کمال ایست که تو از دیگران عبرت بگیر. آنانی که بی عفت بودن، درس عفت از آن بگیر. آنانی که بی عدالت بودن، درس عدالت از آن بگیر. آنانی که تفرقه انگیز بودن، درس وحدت از آن بگیر. آنانی که محب قدرت و جا بودن، درس عدم محبت قدرت از آن بگیر. آنانی که وسیله بدامنی جامعه بشری بودن، درس تطبیق امن از آن بگیر. چرا؟ تو از آن درس عبرت بگیر. تو به این مفاسد اقدام نکو تا دیگران از تو درس بگیرن. این کمال نیست. زورگیری و ظلم و بیداد به هیچ وجه، ریزاندن خون ملت‌ها به ناحق، ریزاندن آبروی ملت‌ها به ناحق، تعرض به حریم شخصی ملت‌ها بدون مجوز شرعی، گرفتن جاداد اسباب و سایت ملت‌ها ظلمن، به هیچ نظام، به قرآن، به نظام رسول کریم صلی الله علیه و سلم، به اجماع مسلمانان 14.5 ساله، به هیچ کدامشان جایز نی، بلکه گناهی کبیره، بلکه نام مبارکش ظالم، نام مقابلش مظلوم. لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بعد از حمد و ثنای الله رب العالمين و ایثار درود بر رسول کریم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، برادران و خواهرانی که صدای مرا مستقیم و غیر مستقیم میشنوند، امیدوار هستم که در هر سرزمینی هستند از نعمت صحت برخوردار بوده باشند و آنانی که بیمار هستند از الله رب العالمین صحت یابیشان را آرزو مندم. چون در جمعه یک ساعت نامعلوم برای قبولیت دعا انتخاب شده است، در این ساعت با امیدی که همان ساعت باشد در داخل دلهای ما پیشنهادی به الله داشته باشیم که الهی، وضعیت پیش آمده در جهان اسلام و در افغانستان را با قدرت کاملهش به یک وضعیت خوب آرام بخش بدل بگرداند. واقعا آنچه بر بالای مسلمانان می گذرد رنجاور است، دردآور است، درددهنده است. تقریبا عوامل بدبختی و متانت در حال گرم شدن است. یک طرف ملت مسلمان را جهل، نادانی علیشان بیداد می کند، یک طرف نابسامانی و نبود نظام ها، و یک طرف هم ظلم و عصبیت و تفریقه و تبعیض و نجات ملتها را به یک بحرانی دیگر برده است. از هر لحاظ آنانی که می دانند می سوزند، دردمند می شن، و
فقط و فقط داعیان امت اسلامی و دعوتگرانی صادق و دلسوز در جهان اسلام است. براستی باید هم دردمند کسی شود که حس دارد و رنج کسی برد احساسی از درد و غم و رنج مسلمان در گوشه گوشه دنیا در دماغ او بوده باشد. از این رو موضوعی را امروز خدمت شما عنوانش را شاید دو ساعت دو نیم ساعت قبل به نشر داده باشم ویست پس لرزه زور و ظلم از نظر اسلامی عزیز. مخاطبان قرن 21 خصوصا آنانی که در کشورهای آرام کفری ظاهرا آرام زندگی می کنند و به میز کمپیوترشان و یا هم به اتاق خاصشان نشسته اند بدون از اینکه پس لرزه داشته های خودشان را بیاندیشند، کلک هایشان نوشته های متعفن و بدبوی را بازتاب می دهد و می دهند، نقیصه و کمبودی و ظلم و سیاهی و تاریکی را یک سره به اسلام ناب و بی نظیر و نظام الهی نسبت می دهند. دامن پاک اسلام را می خواهند لکدار و آلوده سازند. به موه اساس مخواستم که در این رابطه عنوان خاص و موضوع ویژه داشته باشم. آنانی که یک عمر کهن از آدرس زور و زبردستی، از آدرس غصب و تسلط و غلبه گرایی، از آدرس صلابت و سختی بی مفهوم و بی معنا به عناوین مختلف در جامعه ما ملتها را به گرده هایشان سنگ ماندن و از آن به ماشین های ظلم و زورشان ریکریشن ساختن و ملت هایی که لگد در گلون ملت ها ماندن با تهدید و شکنجه ثروت و مال و جا جایداد همه داشته های ملت ها را گرفتن، از آن ثروتمند شدن. یک بار دیگر باید بدانن پیام الهی و پیام رسول گرامی صلی الله علیه و سلم از این آدرس تا حد ممکن به گوش ایشان برسد که این در حقیقت یک پس لرزه دارد. پس لرزه از نظر من ایست، البته هر کس برداشت خودش ساحه حادثه شود، زمین لرزه شود، ملت ها قسمن خانه هایشان در هم و بر هم شود، سقف خانه ها بیفتد، انسان ها به زیر خاک و سقف و سمنت و جغل بمانند و یک قسمت از ساختمان آباد باشد و ملتای دیگری بیایند با ابزار امروزی مصروف کشیدن جسدها هستند که جسدها را از اینجا بیرون کنند. در اینجا یک لرزه دوم حاکم شود، چنان حاکم شود که هیچ آثاری از ساختمان باقی نماند، همه یک جا به زیر خاک و جغل و سمنت و سقف‌های کانکریتی شوند. از نظر من پس لرزه همین خواهد بود، چون پس لرزه یک پیش لرزه دارد، لرزه های قبلیش اندکی و یا هم تعبیر دومم این است، امانا زبردستی و زور و ظلمی که ایشان را به لرزه و به حرکت آورد، اقدام کردن جایداد و زندگی و مال ملت ها را به زور گرفتن و یک لرزه عصبیت و شجاعت جاهلانه است. اما در ادامهش در برزخ و در قیامت پس لرزه و آخرین لرزه‌ای که
بعد از آن هیچ حرکت و حس در برابر اون لرزه استادگی نمیتواند به شکنجه های گوناگون الهی اونجا مبتلا میشوند. راه نجات برای بیرون رفتشان نیست و کسی هم نیست که به دادشان برسد. لذا عنوان دادم که پس لرزه زورگیری و ظلم از نظر اسلام عزیز. برادران و خواهران امت اسلامی، از نظر هیچ دانشمندی، چی دانشمندی به تعبیر دنیای کفر باشد، چی دانشمندی به تعبیر جهان اسلام باشد، به صورت عموم هیچگاه پنهان و نهان و مخفی نبوده و نمی باشد که هیچگاه چی پنهان نمی باشد، هیچگاه در تاریخ بشریت بدون دین زندگی کردن ممکن نیست. اما هر کس به سلیقه خودش، اگر بودایان از نظر خودشان دین دارن، اگر سیکان و هندوهای گاو پرستن از نظر خود دین دارن، اگر دنیای دهریت و کمونیستیت این طرف و شرقن از نظر خود دین دارن، مثلا دنیای هست با دختر کاکا و خاله و ماما حتی ازدواج را حرام می دانن، یا از نظر طبی یا از نظر دینی و مفکوره ایشان. خلاصه در گوشه گوشی دنیا، هر گوشه دنیا را که شما نگاه بکنین، زندگی بدون دین امکان نداره، مگر این دین عند الله الاسلام، یگانه دین منتخبی که او وسیله سعادتمندی دنیا و آخرت گردد. بجز از دین اسلام دین دیگر نیست. به ایمان بگو هست، بلند بگو وجود نداره. مطلب دومم ایست عزیزان من، از روزگاری که شیطان و انسان آفریده شده تا این دم، بلکه تا قرب قیامت، تا نزدیک قیامت، یادتان باشد دو مقررات است. چند مقررات است؟ دو. یکی مقررات الله رب العزه و به وسیله انبیا در زمین آمدن است، یکی مقرر و اصول دنیای دیگری هست. از همان روز تا این دم، از همان روزی که شیطان آفریده شده و انسان آفریده شده تا رسیدن قیامت، دو مقرر و دو اصل و اصول با هم در جنگن. زور از مایشتی است، هر کدام میخواهد من باشم دیگر نباشد. ای بیادتان باشد. اما مشکل بزرگ بشریت در تاریخ امروزی چیست؟ یک سؤال است، یک سؤال عالمی با عنوان یک اجلاس عالمی بیندیشین که در این اجلاس نماینده چهار گوشه دنیا، نماینده تمام احزاب و گروه ها، نماینده تمام قبیله و ملت ها و نژادها حضور داشته باشند و در این اجلاس سالانه یک سؤال طرح شود به صورت همگانی. ای تو سر جزئیات مشکل نمیریم که امنیت نیست، عدالت نیست، اقتصاد نیست، نظام نیست، ملت به دادشان کسی نمیرسد، به جزئیات نمیریم. فقط و فقط در یک جمله عمومی، یک پرسش بسیار بی سابقه و بی نظیر، مشکل بزرگ بشریت از کجا آغاز می شود؟ این یک سوالی است. وقتی که شما این سوالی را میشنوین، اگر میزی گرد باش با زبانهای مختلف، هر کس اندیشه و تفکر خود را داره، هر کس دنبال برگها و شاخها می شتابند، ولا یک درخت است یک برگش سبز شده، او در مو سبزی برگ مصروف است. یکی دیگه میگه نه، یک درخت است یک طرفش سایه بوده، امو شاخی که طرف سایه است میوه ها ناپخته مانده. یک تای دیگهش میگه در یک گوشه باغ یک جای بلند بوده از دیگر سطح زمین، به او آب نرسیده، یک شاخه که چوچه و کوچکش خشک گردیده است. تمام افرادی که در اینجا در میز مدورن،
برای تحلیل مشکل بشریت که می اندیشند، وقتی که شما تحلیلاتشان بیاندیشین فقط به مثابه همان است که من خدمتت عرض کردم، یا یک برگی درخت سبز شده، یک شاخ کوچکش خشک شده، یا یک درخت در باغ بزرگ بی آب مانده، امی تو یک تحلیل است. ای را من نمی طلبم. من این پرسش و این سؤال را از کسی نخواستم. مشکل بزرگ بشریت از کجا آغاز می شود؟ یعنی ریشه مشکل که یک باغی که هزاران درخت داره همه از ریشه خشک شده اند، هزاران جریب زمین زرع شده، کشت شده، ولی از هزار جریب زمین صد من کابل حاصل نیست، مشکل در کجاست؟ ما این چنین پرسان را در یک اجلاس فرضی از جهان می خواهم جواب دهند. هر کس هر چی بگوید بگوید، آنچه که از داشته خالق بشریت، خالق زمین و آسمان که به عنوان دین قول الله و رسول الله است، او جواب دیگری دارد، نهایت کوتاه، نهایت موجز، اما همگیر فراگیر. بدیلش هم راهکار بیرون رفت از این مشکل، هم خیلی ساده و آسان، بدون هزینه، بدون موترهای زره، بدون دفترهای پیشرفته، بدون امکانات تکنولوژی، خیلی گزینه آسان برای بیرون رفت از این مشکل از آدرس قرآن و نظام الهی نیز مشخص است. شاید شما بیندیشین که چی باش؟ عزیزان من، خدمت عرض می کنم، وقتی که ما در تاریخ امروزی در صفحه های مجازی داخل میشیم، تحلیلگرانی که از نظر خودشان عقل کلن، از نظر خود جامعه کمالاتن، از نظر خود فیلسوفی بی نظیرن، از نظر خود به کسی تن نمی دهن، از نظر خود به سر خدا اعتراض دارن، به سر الله و رسول اعتراض دارن، باز چی میگن؟ تمام داشته یک ملا قال الله قال رسول الله است، به عنوان یک تمسخر، به عنوان یک توهین، به عنوان اهانت، اهانت بر علی الله و رسول الله و نظام الله، اهانت بر علی تمام انبیا، اهانت بر علی شخصیت های علمی که در جهان امروز وسیله روشنایی و سعادت بشریت اند، به عنوان تمسخر میگه داشته ازی امیسلیگه بیچاره چی بگویه؟ به نظر از او دانشمندترین شخص همیست که به لحجه دیگران this is not بگویه، به لحجه دیگران یک تحلیل کفری را انجام دهد، از فلاسفه و فلسفه ها نقل قول کنه، بر علی داشته الله و رسول الله اعتراض داشته باشه، از نظر از او اموس، هر کس برداشت شخصی خودش. بیایم این سوال را جواب می دهم، مشکل بزرگ بشریت از کجا آغاز می شود؟ در کدام گوشه دنیا اگر مشکلی سیهی دارن، پیشرفته ترین جامعه جهان که دنیای امروزی از ژاپن تا اروپا و امریکا و چین ان، تمام ازیا مشکل خود دارن، از باب صحت، از باب نبود صحت، از باب بیماری های رنگ رنگ، از اچ آی وی تا سفلیس و سیاه‌زردی، بیماری هایی که بالاتر از کرونا پیامد منفی داره، به شمول کرونا به اندازه که در جهان کفری مشکل سیهی وجود داره، از شما پرسان میکنم که در دیگر جهان هست؟ بلند بگوین. تمام کشته های کرونا در افغانستان را تا این دم به صورت دقیقش فیصله کنین، و کشورهای کفری را از هندو تا آلمان و انگلستان و امریکا را، یک کشورش مرده هایش بگیرین، یک کشه چند برابر این ملت های مسلمان هم. دلیل چیست؟ در حالی که مرگ کرونایی به مؤمنان رحمت الهی است، شکنجه در برابر کافران است. مؤمنی که در کرونا رفته است، هنوز ما او را هراس نداریم، از الله امید داریم که رحمت در حق او نازل می شود. ولی آمدیم سر ازی که یعنی مشکل بشریت از کجا شروع میش، مشکل بزرگ بشریت از کجا شروع میش. یک جواب همگیر، یک جواب فراگیر امیست، حذف مقررات الله در سرزمین بشریت، زنده ساختن مقرر و اصول بنده در زندگی بشریت، مشکل از همینجا آغاز می شود. به صورت کل
به صورت عموم این حرف اگر به گوش کسای خوش نمیخوره، این حرف را آنانی که سیکولر ان، آنانی عقل گرا ان، یا به تعبیرشان نوگرا ان، یا به تعبیرشان مستشرق ان، یا به تعبیرشان لائک و بیدین و سیاستدان و حقوقدان و فلسفدان ان، آنانی که به اصول عقلی تسلیمن، هرچی عقلشان تحسین کند میپذیرن، آنچه که رد کند نمیپذیرن. در هر گوشی دنیا، در هر کنار دنیا که هستن، اگر مسلمانن به ادعا و یا غیر مسلمان، هرچی باشن، این دو جمله مرا هر قدر سرش نقد بکنن، بجز از هوا و حیولانیت، بجز از جهل و علم زدائی، بجز از دشمنی در برابر دانشی که خدا داد است، هیچ چیز دیگر عنوان نمی شود که مشکل بزرگ همگیر و فراگیر بشریت از کجا آغاز می شود. عامل و دلیل، فکتور و مسبب این مشکل در تاریخ بشریت چیست؟ حذف مقررات الهی از داشته های سیاسی و اجتماعی، از داشته های اقتصادی و فرهنگی، از داشته های اخلاقی و نظامی، و زنده ساختن اصول و مقرر مفکوره جامع جهانی و بشری. بزرگترین مشکل از اینجا آغاز می شود، بزرگترین مشکل از اینجا آغاز می شود. از نظر عقلی هم، از نظر عقلی ملتی که در برابر الله و خالق زمین و آسمان، ملتی که در برابر خالق تکنولوژی باورمند نباشند، با اصول و مقرره خالقشان تن ندهند، گردن ننهند، پس از ایشان چه امید است؟ در برابر کی احترام خواهد نمودن؟ نه در برابر بشریت، نه در برابر صحت بشریت، نه در برابر فکرهای سعادت بخش جامعه جهانی، در هیچ چیز احترام ندارن. گئی معیار انسانیت را زندباد انسانیت با عنوان فمینست، و گئی هم با عنوان فقط و فقط اصل بشریت، هیچ اصول دیگر را نمیپذیرن، با عنوان خواهش هوا و هوس. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، خواهش کسایی که به اصول الهی نمیدانن، خواهش کسایی که به اصول انبیا نمیدانن، هیچ که باید از ایش اتباع و پیروی صورت نگیرد. اما با تأسف نسل جوان ما در طی چهار دهه به مراحل با داشتن اسناد تحصیلی، با سمتای دکترایی و ماستری در این باب عقب رفته اند، مانند 14.5 سال قبل به مفکوره مشرکان تاریک، به مفکوره سیاه اندیشان حجاز، به مفکوره تبهکارانه مشرکین امروز حرکت کرده اند. در برابر اصول الله و رسول الله اعتراض دارند. باید بدانند که این سیر قهقرایی و عقبگرایی با گذشت زمان هنوز ندانستند که 14.5 سال قبل دلیل ناکامی جهان تاریک عرب و مشرکین قبل از رسالت همین بود که به اصول الهی و اصول رسول گرامی سر تسلیم ننهادند، فقط و فقط از هوا و هوس، از خواهش خود صحبت میکردند. یکی از قوانین الهی نکوهش ظلم، زبردستی، زورگیری و بربریت در اینجا دیده می شود به صورت فنی و تخنیکی. خدمتتان عرض می کنم عزیزان من، برادران و خواهران امت اسلامی، مخاطبم در اینجا فرد خاص نیست، مخاطبم نظام خاص نیست، مخاطبم قشر خاص نیست، مخاطبم عمل خاص است، مخاطبم عمل خاص است. به این معنا عمل زبردستی، عمل زورگیری، عمل ظلم و بیداد، از سوزن به بالا، از قلم به بالا، تا بایسیکل موترسیکل، تا موتر تا موبایل، تا زمین تا جایداد، تا اسلحه شخصی تا خانه شخصی، تا وسایل شخصی، مخاطبم تاریخ خاص، زمان خاص، شخصیت خاص ندارد.
فقط و فقط عمل خاص را نکاهش می کنم و بس. و این عمل از هر آدرسی که صادر شود، از هر سمتی که صادر شود، برابر است که عمل زبردستی، زورگیرانه، زورمندی و اعمال فشار بر علی انسانهای مظلوم، لگت به گلونشان ماندن و آتش تیز را به چشمانشان زدن و در عین حال سنگهای بزرگ به گرده ایشان گذاشتن، با زبردستی دارایی شخصی کسی را گرفتن، زیر هر عنوان، زیر هر نامی که باشد بوده است، در هر تاریخ بوده و بعد از این می باشد، هیچ نوی تخصصی و خصوصیت در اینجا نیست، بلکه تخصصی به یک فرد یا خصوصیت مرادم نیست، فقط و فقط این عملیه را ما رد میکنیم. چرا؟ زیرا نظام اسلامی یک فرمول داره، یک اسلوب داره. آنانی که عوام هم هستین، در قرآن از اول تا آخرش 6400 آیت شماریده ان، از اول تا آخرش شما نگاه کنین شخصیت های برجسته جهان عرب را، مشخص کنین که نامش همیش گرفته شده، ولی به تعجب نگاه بکو که نه خیر، نام گرفته نمی شود. کفر، شرک، ظلم، زبردستی، قتل ناحق، زنا، رشوه، سود، دغلبازی، دروغ، بیداد، اینمی اعمال از هر آدرسی که باشه اسلام ایرانه میپذیرد، از هر آدرسی که باشه. دلیل چیست؟ زیرا اگر شخصیت ها را بد میگفت، شخصیت ها بیمیرن، مردن، خلاص میشن، نه، عمل باقی میمانه. کسایی که ظالم بودن مردن، ظلمشان مانده، کسایی غاصب بودن مردن، غصبشان مانده. با عنوان یک عملیه هر فرد از هر آدرسی که زورگیری و زبردستی میکنه، همان آیاتی که او را رد کرده، احادیثی که رد کرده، اجماعی که رد کرده، او هنوز باقی است. فلهذا خدمت عرض میکنم، ظلم و زورگیری از هر آن آدرسی که باشه، هر چیزی باش، از زمین شروع تا باغ، از باغ تا دختران ملت ها را به زور گرفتن، تا دارایی شخصیت ها را به زور گرفتن، تا وسایل و موبایلشان را به زور گرفتن، تا خانه هایشان، از هر لحاظی که باشه خدمت عرض می کنم، گناهی کبیره است، اسباب جهنم رفتن است. گناهی کبیره اسباب جهنم رفتن است. فردای مردن پیش روی داریم. پس لرزه ظلم و زورگیری، پس لرزه را در آغاز خدمتت معنا کردم. این شیرینی های ثروت دزدی و زبردستی، این شیرینی هایی که در جایداد غصبی، در زمین غصبی بلند منزل و آسمان خراش آباد کردیم و نشستیم، فردای مرگ و مردنی هست. پس لرزه و لرزه اخیرینی دارد، تهدید و شکنجه دارد، تزلزل و لغزیدنی دارد، لخشیدن در عذابی دارد، گرفتار شدن در شکنجه الهی که بجز از الله کسی به دادش نرسد. از این جاست باید او را در نظر گرفته باشد. به محفوظترین شخصیت ها، به اصحاب رسول کریم صلی الله علیه و سلم، به خود رسول کریم صلی الله علیه و سلم زورگیری و زبردستی، ظلم مجاز نبود. وقتی که اگر خدای نکرده نعوذ بالله مجاز می بود، به کسی مجاز می بود که در عصر رسالت بود، شخصیت های استثنایی بودن، شخصیت های ناب بودن، باید به ایشان اجازه داده می شد. وقتی که به رسول کریم صلی الله علیه و سلم، به شخصیت های صحابی، محفوظترین شخصیت های زمین و رسول معصومترین چهره زمین، به ایشان ظلم زورگیری از آدرس الله مجاز نشد، با گذشت 14.5 سال، با این ملت های گناهکار و آلوده، با این ملت های بیوفا و امت خطا و بند خطا، هرگیز ظلم و زورگیری را مجاز گفته نمی شود. لذا به هر سمتی باشیم، پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم نگفت که من زنده شوم، نمی خواهم که هیچ کسی علی من اقامه دعوا کند و بگوید که این حق من را گرفته است، این را از خدایم نخواستم. من امروز به جای سودایی می خریدم، وقتی که بیع کردم پرسان کردم، بلندتر گفت، گفتم مگر نرخ گذاری نشده است؟ گفت بله، نرخ گذاری هست، اما پوره نمی کنه.
با مطایبه و تبسم گفتم هر آنچه تو روزیستی حق مسلمت است، همون را بگیر، از آدرس من اعمال و فشار نیست. و به اندیوالم گفتم دلیل حرف من ایست، من در قیامت هرگاه که حشر شوم نمیخواهم این دکانداری اونجا دست به یخن من اندازد و پیشنهادش را به الله بکند. این بزرگوار در این جنسی که من به یه حد تمام شده بود به اساس نرخ نظام پول و حق من را گرفته است، امروز از تو الله میخواهم. من این را از الله خود نخواستم و این را من که نمیخواهم، هیچ کسی را مجاز نیست که به یه آرمان بوده باشد روزگار قیامت حشر شود و او در آنجا کسی دست به یخنش دراز کند که حق من را تلف کرده ای. هیچ کسی نباید ای آرمان را داشته باش. اونجا جای عدالت است. یک سری سوزن به مقدار تار خرما، تار سوزن خیاطی هم ظلم در برابر کسی آنجا متصور نمی شود. یک نام الله حق و عدالت کننده است. از این خاطر میایم سر مطلب که پس لرزه زورگیری را در لغت عربی غصب گفته می شود. عزیزان من، غصب در معنای لغویش اخذ شیء ظلمن، گرفتن خردترین چیز یا بزرگترین چیزی کسی را با ظلم و زبردستی. و در اصطلاح شریعت چی را می گویند؟ تسلط کردن بالای مال غیر با قهر و زورمندی بدون رضایت مالدار، نام ای را در نظام اسلامی به نام زورگیری و غصب و بیداد در برابر ملت ها گفتند. سبحان الله. یک حرف خنداور خدمتتان عرض می کنم. بابا هم می گفت عقل که نباشد جان در چیز، صدایتان می شنم، عقل که نباشد جان در عذاب است. دو جمعه شده، والله علم دو جمعه شد یا سه، یک برادر در کومنت پیچ نوشته میکنه جناب مو زمینی مدرسه را که به نام خودت خانه جور کردی امو چطور شد؟ بسیار جالب است. برای من یک طرف تبسم آمد، یک طرف گفتم یا خدایا. بعد نوشته کردم برادرم تو شاید مرا نشناخته باشی، کی را میگی؟ در تاریخ 50 سال عمرم 4.5 بیسوه زمین دارم با هزینه های شخصی، با فروش کتاب و بایسیکل، با فروش زیورات خانواده خریدم در تاریخ افغانستان و بیرون از مرز. 1 متر جای دیگر من ندارم، تو کی را میگی؟ جالب است نی؟ جالب اینجاست که سبحان الله، این عجیب عجیب، این نام شای پراکنیست، نام یزیب بدنام کردن است، اتهام زدن است. من زنده ام، زمیندار زنده است، وقف کننده زنده است، نظام زنده است. عرض کنن زمینی وقفی را از من بگیرن. سبحان الله. الله رب العالمین رحم و کرم بفرماید. این امو قصه مشهوری که زنی را قارون گفت موسی را بگو که ای به من زنا کرده است، وقتی که بلند شد به جای ازی که بگوی به من زنا کرده، گفت قارون میگه کمی تو بگو. گرچه اسناد این قصه به من معلوم نیست، من ای را به عنوان قال رسول نگفتم، هدفم ایست که همین قصه کمتر از آن قصه نیست. من گفتم شاید تو کسی دیگری را بگویی، من خوب نیستم، ممکن اشتباه کرده باشی عزیز دلم. الله رب العزت من و شما را رحم کنه. منی که 21 سال در برابر ظلم و بیداد مبارزه کرده ام، آنچه که در توان داشتم از مسند رسول گرامی صلی الله علیه وسلم به پای جان مقاومت کرده ام، به هیچ وجه به من جایز نیست که خودم ظلم کرده باشم بر علیه حق کسی. دعوای اسمت نمی کنم، هر کس گناهی کرده است، اما از الله راضی ام، حق کسی را به زبردستی نگرفته ام. میایم سراغ پیامد منفیش. از آدرس رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، پیامبر نابم، پیامبر محبوب رب عالم، در این راستا چی می فرماید؟ پیامبر ناب، پیامبری که دنیا به سرش افتخار می کنه، 1,700,000,000 یا 800,000,000 انسان به او باورمند است به معصومیت و نماینده بودنش. در راستای غصب زمین مخصوصا یک فرمان دارد
که به هیچ شخصیت جایز نیست. در بخاری که بعد از قرآن کریم سند امت اسلامی است می فرماید من اخذ شبرم من الارض ظلمن فانه یطوقه یوم القیامه من بین سبعین اراضین او کما قال صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. ملت بیچاره ما، ملت مظلوم و فقیر و دربدر ما یگانه چیزی را که نمیدانن از زبان عربی است، و اگر میدانن اخذ برداشت به صورت سالم نیز مشکل دیگری است. فهم قرآن و حدیث به مراد الله و رسول یک پیچیدگی در نظام امت اسلامی است. من این حدیث را از بخاری خواندم، ولی مخاطبان من ممکن است که 90% مطلب گرفته نمیتانن، مگر این که به فارسی برگردان شود او را هم کسی میگیرد که فارسی را میداند، وگرنه من اخذ شبرم من الارض ظلمن. سبحان الله سبحان الله، همه بگوین که لا حول ولا قوه الا بالله. من اخذ شبرم من الارض ظلمن، بوالله 360 نفسل انسان میلرزد. فانه یطوقه یوم القیامه من بین سبع اراضین. خوب دقیق باش، حال من برگردان این حدیث را به زبان فارسی خدمتت عرض می کنم. من اخذ، هر آن که گرفته هست، شبرن یو لوشت یک بلیست، من الارضی از زمین کسی، ظلمن به ظلم و زورگیری و زبردستی، اینمی یک بلیستش اضافهش با خود فیصله کن. این به عنوان مبالغه میگه، به عنوان مبالغه، وگرنه یک بلیست زمین از این چیز استفاده نمیشه. آره یک بلیست که درازیش 500 متر باشه را داره، در غیر از او یک بلیست در یک بلیست اجرای استفاده نداره. کسی که یک بلیست زمینی کسی را به زبردستی و زورگیری گرفته باشد، فانه یطوقه، روز قیامت این یک بلیس زمین در گردنش لاکیت طلای زنانگونه، من بین سبع اراضین، از زمینجا تا 7 طبقه زمین به پایان، از زمینجا تا 7 طبقه زمین. پس طول و درازیش را بیندیش که یک بلیس خو می فقط عرضی عزیز، طول ازی که 7 طبقه زمین است. اگر مانند آسمان میان هر طبقه 500 سال فاصله باشد، پس یک بلیس تا 7 طبقه هفتم چقدر می شود؟ اینمی زمین به قدرت الهی از اینجا قیچی و بریده می شود. بعد از آن در گردن این انسان ضعیف و ظالم و زورگیر آویزان می شود، تا در محشر و قیامت همه بدانند که این ظالم زورگیر و غاصب است که جایداد و زمین و زندگی ملت ها را به زبردستی گرفته است. ولی ما شاء الله، ما در مقررات جامعه جهانی امروزی ما هزاران هکتار زمین را می نگریم که در طی چندین دهه به آدرس غاصبان و زورگیران رفت پشت کارش، اشک مظلوم ریخت و به دادش کسی نرسید، فریاد کشید به دادش کسی نرسید، اگر به ادارات رفت کسی به دادش نرسید، اگر به سارنوالی رفت دلکش شکسته شد، اگر به قضا رفت دلکش میده شد، هیچگاه به دادش کسی نرسید. سرانجام با کنج خانه نشست، با الله خود گفت که بجز از درگاه تو من هیچ درگاهی دیگر ندارم، به داد من برس. غاصبم دو گونه است، یک نوع غاصبان زرنگ و هوشیارن، فوراً قباله شرعی ساختن، با بالای دیگران فروختن، تا لحظه ای که زنده بود از آثار ظلمش توانی گرفتن نبود، لحظه ای که از دنیا مرده است چند قباله دست به دست شده است، حال مسکین و مظلوم بیچاره در حیرت است که عریضه بالایی کی کند. عزیزان من، بحثم سر این بود که پس لرزه زورگیری و ظلم در جایدادهای ملت ها، این گپ مذاق شوخی و گپ مطایبه هم نیست.
پیامبرم صلی الله علیه و سلم در کتاب امام دار قطنی، امام ثقه و پیشوای ما در فن حدیث، از رسول گرامی روایت است: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. هیچ کسی را حلال نیست مال و جایداد و خوراک و نوشیدنی مال کسی مگر بر رضایت خاطرش. تا زمانی که رضایت از درون دل نداشته باشی، هیچ کسی نمیتواند مال کسی را به نارضایتی بگیرد. عزیزان من، بسیار مشکل است، خصوصا قسما مالیاتی که در نظام اسلامی جا نداشته باشد، اگر خدای نکرده به زبردستی و غصب و زورگیری گرفته می شود، نیز در اینجا مشمول است. جناب امام بخاری مسلم رحمت الله علیه باز هم بعد از قرآن سند امت اسلامی می فرماید در حجۃ الوداع، در خطبه عالمی پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم، رسول گرامی هم فرمود: ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سه چیز را در یک ردیف ناروا، حرام و مرتکبش را مرتکب گناهی کبیره اعلان داد. او امیس گفت: ریزاندن خون ملت ها به ناحق بر بالای تک تک شما حرام است، مگر آنچه اسلام جواز داده است. و در عین حال گرفتن مال ملت ها، زمین ملت ها، جایداد ملت ها، پول ملت ها، هرچی باشه در ردیف خون بالای شما حرام است. و سومش آبرو، عزت و عفت مسلمانان، مانندی که احترام به مکه و به شهر و به ما و به بلد و شهر مکه دارید، همون گونه حرام است. عزیزان من، از این رو زورگیران و غاصبان، آنانی که به زبردستی جایدادهای ملت‌ها را تصاحب کرده اند، خانه و زمین و باغ ملت‌ها را با تهدید و شکنجه، مگر آن روز نمی آید که هفت طبقه زمین این موقعیت بد گردنش آویزان شود؟ شاید به دلت بگردد، انسان عادی کی تحمل آن را دارد؟ آنجا قدرت الهی است، کارها پیش قدرت او دشوار نیست، عجز را با قدرت او کار نیست. یک نوی شکنجه است، یک نوی تعذیب الهی در برابر زورگران و غاصبان تاریخ است. لذا اجماع امت مسلمه، تمام اندیشه ها، حتی شیعه و سنی، تمام فقهای دنیا اجماع کرده اند که گرفتن مال کسی به زبردستی کاملا حرام، ناجایز، کار بخطا، کار غلط و کار ناروایی هست. عزیزان من، اما یک سلسله تعذیرات است. آنانی که زورگیر و زبردستند، نظام اسلامی مأموریت دارد ایشان را بندی کند، ایشان را تعذیر کند، آنچه مناسب امور رأی و فکر نظام دار است. چقدر وقت در حبس باش، به چی شیوه تعذیرش کنه، رنج دهد تا دیگران اقدام به غصب نکند. عزیزان من، اما حکم فقهی هم در میان می آید. فرض کنیم زمین کسی را کسی غصب کرد و امروز به دادگاه رفت که زمین من را فلان غصب کرده است. او ساختمان های آسمان خراشی دارد، بالای زمین آباد کرده، چی کار کرده می شود؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در مسند احمد روایت است، می فرماید: علی الید ما اخذت حتی تؤدیه. هر دستی از کسی چیزی را گرفته است، باید پس برش رد و مسترد کند. این مرد زمیندار ناگزیر که باید زمین خود را پس بگیرد. امام ابو داود رحمت الله علیه می فرماید: لا یأخذن احدکم متاع اخیه جادن ولا لاعبا و اذا اخذ احدکم عصا اخیه فلیردها علی. هیچ مسلمانی را اجازه نیست که مال برادرش را بگیرد،
نه به مذاق و شوخی، نه هم به قصد و براستی. اگر کسی حتی عصای کسی را گرفته باشد، باید پس به صاحبش برگرداند. یک ماه قبل کسی موتر کسی را به جای برده و خودش را تهدید کرده، موتر را ربوده. زمانی که نظام گرفت، گفت من با اندیوال خود شوخی کرده بودم. اینک اصول الهیست، اصول پیامبر نازنین صلی الله علیه و سلم است. این کارت هم به شوخی غلط، هم به راستی غلط، هیچ اصلا در دین جایی ندارد. عزیز دلم، خسته میشه، رنج میشه، ولی صرف نظام قضایی یک بخش دارد او ایست. و اگر ساختمان قیمتش بلندتر از زمین باشد، باید قیمت زمین در ساختماندار بپردازد، ساختمان در آنجا باقی بماند. این نظام قضایی است. وگر نه، ظاهر حدیث پیامبرم ایست، 14 منزل تکی خشت و سیخش بردار، زمینم را تسلیم کن. اینی فرمان نظام رسول کریم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم است. عزیزان من، و در صورتی که مال مغصوب به جای خود باقی باشه، خودش مسترد می شود. اگر باقی نبود، در آنجا قیمت یا مثلش مسترد می شود. گندم، زغیر، کنجید، جو، برنج، اینها بوده باشد، چون زوات الامثالن، آنانی که هزاران تن برنج و گندم کسی را 20 سال قبل غصب کرده است، اگر امروز می خواهد که نظام او را واپس گیرد، همان گندم و زغیر و کنجیتش را واپس دهد. اما در صورتی که چیزایی بوده و هلاک شده مثل نداره، قیمتش را باید دهد. قیمت کدام قیمت؟ قیمت روز غصبش، یا امروز روزی که غصب کرده بود یک نمره زمین 1 لک دلار بود، امروز او به 20,000 و 30,000 و 40,000 دلار است، همان قیمت 1 لک دلار را می پردازد. عزیزان من، پس این نظام است. من به حرف اولم برمی گردم، مشکل بزرگ بشریت در حذف اصول و مقررات الهی در تطبیق اصول و مقررات بشری است. تا زمانی که یک بار دیگر اصول و مقررات بشری را حذف نکنند، تمسک به اصول الهی نکنند، هیچ وضعیت جهان رو به بهبود نمی شود. این داشته های الله و رسول الله است. داشته های الله رب العزه و رسول الله است. جمله ای که من گفته بودم یک روز، بار دیگر می گویم. عزیزانم، تلاش کنین ای مخاطبان، شما درس عبرت به دیگران نشوید، بلکه از دیگران عبرت بگیرید. آنانی که غصب کردن، زور گفتن، اختطاف کردن، چور زدن، از ایشان که در قید نظام آمدن، کشته شدن، حبس شدن، بی دست و بی پا شدن، از ایشان درس عبرت بگیر. نه این که تو هم زورگیر شوی و تو به دیگران درس عبرت شوی. این کمال نیست. کمال ایست که تو از دیگران عبرت بگیر. آنانی که بی عفت بودن، درس عفت از آن بگیر. آنانی که بی عدالت بودن، درس عدالت از آن بگیر. آنانی که تفرقه انگیز بودن، درس وحدت از آن بگیر. آنانی که محب قدرت و جا بودن، درس عدم محبت قدرت از آن بگیر. آنانی که وسیله بدامنی جامعه بشری بودن، درس تطبیق امن از آن بگیر. چرا؟ تو از آن درس عبرت بگیر. تو به این مفاسد اقدام نکو تا دیگران از تو درس بگیرن. این کمال نیست. کمال ایست که درس عبرت از دیگران گرفته شود. تو لکه سیاه و نقطه سیاه و درس عبرت به دیگران خود را مساز، عزیز دلم. پس اینک گفته هایی بود که من در آغاز عنوان خود را اشاره کردم. پس لرزه زورگیری، ظلم و زبردستی، غصب و زورگویی و زورمندی که در جامعه افغانستان بازار گرمی داشت و دارد، باید همگان بیاندیشند. آنانی که به این وضعیت غلط و ناهنجار به آرمانها نرسیدن، از ایشان درس گرفتن در کار است. نه این که ما مسیر ایشان را دنبال کنیم تا دیگران از ما درس بگیرن. نه، این کمال یک مسلمان نیست. کمال یک مؤمن اینست، عزیز دلم. از این خاطر ای بود امو صحبت که در آغاز وعده کردم که دقیقا مخاطب خاص در زمان خاص
در مکان خاص، در جغرافی خاص من نداشتم، فقط عمل را نکاهش کردم که زورگیری و ظلم و بیداد به هیچ وجه، ریزاندن خون ملت ها به ناحق، ریزاندن آبروی ملت ها به ناحق، تعرض به حریم شخصی ملت ها بدون مجوز شرعی، گرفتن جا جاداد اسباب وسایط ملت ها ظلمن به هیچ نظام، به قرآن، به نظام رسول کریم صلی الله علیه وسلم، به اجماع مسلمانان 14.5 ساله به هیچ کدامشان جایز نی، بلکه گناه کبیره، بلکه نام مبارکش ظالم، نام مقابلش مظلوم. اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بینها و بین الله حجاب. امام بخاری احادیث صحیحه روایتشان از دعای مظلوم بهراست، وگرنه بین قبولیتش و بین الله رب العزه هیچ حجاب و پرده تصور نمی شود، ولی قبول می شه. امروز، فردا، 1 سال بعد، 10 سال بعد قبول می شه. تو از این بهراست. درس عبرت به دیگران مشو، بلکه از دیگران درس عبرت را بگیر. به دیگران درس مده از ظلم و بیداد، از ظالمان و بیدادگران درس عبرت را بگیر. این کمال یک مؤمن است عزیزان من، این کمال یک مؤمن است. پیام من به گوش هر کسی می رسد، اگر این مشکل در زندگیش بود، راهکار و گزینه تائب شدن و راضی کردن مالک، با جبینی باز ازش معذرت بخواهد، به هر قیمتی میشه راضی کند. و آنانی که اصلا این کار را انجام نداده اند تا دم مرگ تصمیم بگیرند، هیچگاه همچو زورگیری از ایشان صادر نشود. اما به تاسف در این وطن فرهنگ همی بود، از هر وضعیت میشه باید ثروت جمع شود، خانه های قشنگ ساخته شود، پشت حلال و حرام نگردیم، چون فرمول است از رشوه و رشوت ستانی، از سود و از سود و سودگیری، از زور و زبردستی، به نحوی از انها، از آدرس غلط و ظلم و بیداد دنبال سرمایه و جایداد بودن. اینها باید ما از ایشان درس عبرت بگیریم، نه اینکه ما این مسیر را ادامه دهیم دیگران از ما درس عبرت بگیرن. اینک بود همو عنوانی را که خدمتتان عرض کرده بودم، پس لرزه زورگیری و ظلم از نظام اسلام عزیز، از آدرس قرآن. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال در میانتان به صورت باطل ممنوع گرفتنش. از آدرس پیامبرم حرام، از آدرس اجماع امت حرام. و جزای غاصب زمین مخصوصا در حدیث بخاری مسلم بیان شد که امان مقدار زمین روز قیامت به گردنش حلقه و آن شکنجه بی نظیر و بی نمونه، شرمسار شدن و خجالت زدگی در بدر و خاک بسر. خدای وحل، رسول وحل، قرآن وحل، خدای شرم وله، پا عمر که چانه یلی دله. الله رب العزت منگ و تاس و ساتی، الله رب العزت من و شما را از امچ و زورگیری و ظلم و بیداد نگه دارد. سبحانک اللهم و بحمدک، نشهد و لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. الله رب العزت حاضرین و غایبین ده در امان خود نگه دار. الله رب العالمین مرده های ما را که مرده اند، مسلمانان، دوستان، مخلصانی که در حلقه های درسی بودند، امروز سر به کفن شدند، الله رب العزت مراتب عالی نصیبشان بگردان. برادران و خواهران ما در هر گوشی دنیا که هستند، الله رب العالمین به عفت و به آبرو نگردان. الله رب العالمین به عفت و به آبرو نگردان. دوستان ما بیمار هستند، چی در خارج چی در داخل، در شفاخانه ها بسترن و یا در خانه هایشان کسای مشکل دارن، خواهران و برادران ما طالب دعا شدن. الله رب العزت بیماران را شفای عاجل و باقی مشکل داران را حل مشکل نصیبشان بگردان. الله رب العالمین، خوب میدانیم که از فرق سر تا ناخونی پای غرق گناهیم، ولی بجز از درگاه تو امیدی نداریم. الهی دستان ما را خالی بروی ما بر نگردان، الهی دستای ما را خالی بروی ما بر نگردان. الهی بیداد، ظلم، نبود عدالت، امنیت در جهان ما را به بینی رسانیده است. الله به فریاد ما برس. الله رب العزت نظام اسلامی قائم دائم نصیب ما بگردان.
الله رب العالمین ثروتمند و نظامدار را خادم دین و وطن بگردان. مراکز دین و دعوت تعلیم تربیه را الله رب العزت نصرت و یاری بفرما. همه میدانین که از 1400 سال به این طرف، از دور عمر فاروق، از داخل منبر در جماعت صبح که جام شهادت می نوشد تا این دم بیاد شهدای سنگر و منبر، الله رب العزت ما را خجالت نگردان. آنانی که در منبر و محراب و سنگر خونشان به خاطر تطبیق نظام الهی ریخت، اگر ما امروز خیانت کنیم فردای قیامت جواب داده نمیتانیم. الله دست ما را به خیانت دراز مگردان، الله دست ما را به خیانت دراز مگردان. الله رب العالمین تأمین امنیت، عدالت، تأمین اتحاد، وحدت، برادری، اجرای حدود الهی در سرزمین الهی نصیب ما بگردان. الله رب العالمین بداد ما برس. در قرآن گفتی ان الله یدافع عن الذین آمنوا، گفتی که از مؤمنان دفاع میکنم. الهی بداد ما برس، از مؤمنان دفاع بفرما. دقیقا وعده تو بر حق است، اما در ایمان ما کمبودی و ضعف است. الله رب العزت ایمانای ضعیف را قوی بگردان. کسایی که اخلاص ندارن اخلاص نصیب بگردان. الهی روز جمعه و قبولیت دعاست، مگر باشد که این ساعت پیشنهادات ما، مگر باشد که این پیشنهادات ما به ساعت قبولیت مساعدت کنه. الله دعای ما را قبول بفرما. عزت و آبرو نصیب بگردان. خواهران، مادران، ذریه ذریه طیبه به ما نصیب بگردان. به عفت و به آبرو نگردان. الهی از تار موی دشمن داریم، خودت خالق همه مخلوق هستی، به نصرت و رحمتت ما را پیروز بگردان. الا قبر و قیامت ما را روشن بگردان. الهی در خانه قبری که جز از عمل سیستم ویرینگ و گروه روشنایی نیست، قبر ما را تاریک مگردان، برزخ ما را نورانی بگردان. الهی روز قیامت از شفاعت رسول کریم صلی الله علیه و سلم بی نصیب نگردان. اگر خدای نکرده اونجا که به طرف رسول الله برویم، اگر خدای نکرده از من و تو روی گردان شود، بگوید امت بی وفا، امت بی وفا. در دنیا خو از دینم دفاع نکردی، از قرآن سنتم دفاع نکردی، روزانه صدها نظامی ما زیر پای میشد، تو دفاع نکردی. حال به تو شفاعت نیست، اگر خدای نکرده چنین باشد چی خواهیم کرد؟ الهی او روزگار رو به ما میاور، الهی او روزگار رو به ما میاور. الهی با قطره اشک مخلصان در این ساعت وسیله میکنه مشکل امت را حل بگردان. الهی نظام مستقل دائم قائم نصیب ما بگردان. الهی توفیق اجرای حدود در سرزمین الهی نصیب بگردان. الهی علما، دعوتگران، مجاهدان، اشخاص مخلصی که در دنیا اندر افغانستان، الله رب العزت قوت بیشتر، توفیق بیشتر نصیب بگردان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.